ترانه فراموشی نوشته بنیتا مشیری قسمت دهم ده یازده حدود یک رو پیاده رفتیم تا به رستوران لس که تقریبا نزدیک برج ایفل بود رسیدیم فضای رستوران شیشه‌ای اما گرم بود شاخه های آهنی سقف که در هم رفته بودند و سایه آنها روی زمین افتاده بود شبیه برج بود. میزهای گرد و مربعی که روی هر کدام رومیزی سفید په بود. زندری های حسیری، نمای ایفل و درخت های سر به فلک کشیده، بوی غذا و دسرهای گوناگون. عطرهای مختلف فرانسوی، صدای موزیک ملایمی که به گوش می رسید. همه و همه کافی بود تا احساس آرامش همه وجودت را پر کند و تو با خیال راحت تا ابد بنشینی و به ایفل خیره شوی. کوهیار دنجترین میز را انتخاب کرد. از لحظه ای که نشسته بودیم عجیب گرسنه شده بودم. کوهیار آرام خندید و به فارسی گفت کیه که این گربه بو میکشه؟ خندیدم و دستام و بردم بالا و گفتم منم منم. لوکاس که انگار قهر کرده بود بدون نگاه کردن به من گفت پالتو تو در بیار بری بیرون سرما میخوری لبخندی زدم و بعد از درآوردن پالتو گفتم میشه بگی دستشویی کجاست بلند شد و جلو رفت دنبالش رفتم و تا رسیدیم به دستشویی آرام دست روی شانهاش گذاشتم و گفتم لوکاس برگشت و با ناراحتی به من خیره شد با لحنی که سعی می کردم مهربان باشم گفتم من میدونم چقدر برای تو مهمم و چقدر میخوای من اذیت نشم. من میدونم که هر کاری می کنی تا به هم به هم کمک کنی و منو خوشحال کنی. پرید وسط حرفم رو گفت برای همین هی زایه هم می کنی؟ لوکاس بارها بهت گفتم کیمیا رو اذیت نکن. چرا ناراحتش می کنی؟ گناه داره؟ چون نمیخوام علکی پیش خودش فکر و خیالی بکنه. با شک و تعجب نگاهش کردم که گفت من یه پسرم. پسری که به خاطر موقعیتم دورم همیشه پر بوده و هست. این اصطلاح رو از کوهیار یاد گرفتم. به قول شما ایرانی ها من گرگ بیرونم نیاز. هر کس دیگه ای جای من بود میفهمید که کیمیا ازش خوشش میاد. من فقط نمیخوام جوری رفتار کنم که فکر کنه این حس دو طرف است. نیست؟ چی میگی نیاز؟ خواهر بهترین دوستم؟ امکان نداره. مگه میخوای چه کار کنی که نگران این موضوعی؟ بعد یک باره پرسیدم اگه خواهر دوستت نبود چی؟ حالا که هست. کیمیا دختر خوبیه. نمیخوام اذیتش کنم. من هیچ برنامه مشخصی برای زندگیم ندارم. نمیگم با هیچ کدوم از خواهرای دوستام تا حالا رابطه نداشتم ولی کیمیا فرق میکنه. ولی تو دیار ما میگن هر کی هر کی رو اذیت کنه یعنی دوستش داره. حواست باشه لوکاس. دوباره برگشتم سمتش و گفتم در تو هم جوونی هم معروفی هم جذابی منکرش نمیشم. پس خیلی از دخترها مثل کیمیا فکر میکنن. فقط فرق کیمیا با بقیه اینه که اون خودشو بهت بهت نمیچسبونه. عاشق هم نیستا؟ یهو توهم نزنی؟ فقط به خاطر همین چیزایی که گفتم مثل بقیه ازت خوشش میاد که خوب این طبیعیه. بدون توجه به کیمیا گفت تو چی؟ من چی؟ تو خوشت نمیاد؟ خندیدم و گفتم من خوشم میاد اما نه اونجوری دوباره نزدیک شد... نزدیکش شدم و گفتم ببخش که زایت کردم لوکاست ولی ازت خواهش میکنم دوستم و اذیت نکن لبخندی زد و گفت باشه سعی میکنم بعد از شستن دست و صورتم دوباره برگشتیم پیش بچه ها. با خیال راحت منو رو گذاشتم کنار و به لوکاس گفتم میدونم تو غذا سلیقت خوبه برای منم تو انتخاب کن خندید و رو به کوهیار گفت نمیدونه؟ کوهیار شانه بالا انداخت انگار که متوجه منظور لوکاس شد چون گفت لابد نه لوکاس پوسخندی زد و چون دید گروهی دختر وارد رستوران شدند اینکش را زد به چشم و گفت من توی همه چیز سلیقم خوبه نیاز کیم بیا چشم قره ای رفت و گفت اوه کی میره این همه را رو لوکاس سعی میکرد آرام باشد برای همین با آرامش مصنوعی گفت امروز با من لج کرده چرا همش فارسی حرف میزنه خندیدم و گفتم لوکاس هی تو خودش شروع میکنه به من چه؟ نه نه منظورم این نبود چرا غذا انتخاب نمیکنی؟ من گرس نه و این جمله یعنی بحث رو تموم کن لوکاس با همه حسش منو رو باز کرد و بعد از دقیقه گارسون رو صدا زد و سفارش غذا داد مطمئن نم مزه اون استیک و چیزکیک تا مدت روی گوشه ای از زبونم باقی میمونه بدون شک یکی از بهترین وعده های غذایی بود که در این چند ماه خورده بودم. پر از انرژی بلند شدم و پالتوم پوشیدم و گفتم حالا کجا بریم؟ لوکاس و کیمیا که به نوعی سول کرده بودند رو به کوهیار گفتند تو بگو کوهیار. کوهیار هم کمی فکر کرد و گفت به نظر من بریم نوتردام. با تعجب گفتم نوتردام؟ گوش پشت نوتردام؟ لوکاس خندید و گفت کتابشو که خوندی حالا بریم خودشم ببین بیرون از رستوران دوباره سرما مثل تیر فرو میرفت در بدنم و چون طعم گرما را چشیده بودم دیگر به این سرما عادت نداشتم و این برایم سخت بود ولی تصمیم گرفتم چیزی نگویم تا بچه ها تصمیم بگیرند لوکاس که انگار مرا بیشتر از خودم میشناخت گفت بچه ها اگه بخوایم پیاده بریم یه ساعت تو راهیم با این قدم زدن آروم شما بیایم با ماشین بریم تا زود برسیم و وقت برامون بمونه وقتی بچه ها موافقت خودشون رو اعلام کردن لوکاس موبایلش عجیبش در آورد و چند قدم از ما دور شد و مشغول حرف زدن شد من و کیمیا به خاطر سرد بودن دوباره برگشتیم داخل چند دقیقه ای که گذشت کیمیا گفت چرا میگه با ماشین بریم بعد با موبایلش میره اونور؟ نمیدونم والا لوکاس دیگه یه رو به بعد کوهیار اومد و گفت بریم بیرون من و کیمیا با اخم رفتیم ولی از دیدن ماشین مشکی رنگی که مقابل من پارک شده و لوکاس سوار آن بود با خوشحالی دستامون رو زدیم به هم و همزمان گفتیم هورا در حالی که سه نفری سوار می شدیم کوهیار خندید و گفت اینا رو اینقدر تنبلن ببین چه ذوقی کردن. لوکاس دوباره عینکشو گذاشت و گفت فکر کردم دیدم ماشین بگیریم بهتر اتهای با تاکسی بریم. کیمیا لبخند گشادی زد و گفت بعضی وقتا خیلی باهوش میشه دوستت کوهیار. تا رسیدم به کلیسای نوتردام آنها مشغول حرف زدن و گاهی دعوا کردن بودند و من مشغول دیدن رود زیبای سن و کشتیها و قایق های تفریحی که روی آن شناور بودند. در حال عبور از روی پل پونت دلاکورس هم هنوز با نگاه هم در حال قوت دادن آنها بودم. چون به محض رسیدن لوکاس گفت خیلی دلت میخواد؟ چی رو؟ اینکه سوار یکی از اونا بشی چشمامو انداختم زیر و صادقانه و با معصومیتی کودکانه گفتم خیلی لوکاس عینک به چشمش نبود و حاضرم قسم بخورم در چشماش اشک میدیدم چند لحظه خیره شد به صورتم و یک باره به خودش اومد و روش از من گرفت و رفت برای اینکه کمی حالش رو عوض کنم با شادی و شعف علکی گفتم وای چه باحال اینجا بین روده او که کمی در خودش رفته بود به زور لبخندی زد و گفت آره چند دقیقه بعد لوکاس دوباره آمد کنارم و گفت خب چی فهمیدی از اینجا؟ کمی فکر کردم و سعی کردم در ذهنم جمله ها را مرتب کنار هم بگذارم. خب، نمای فوقلاده اینجا چشم هر بیننده ای رو بدون شک به خودش درگیر میکنه. انگار دو تا برج دو غلو به هم وز شدن. اینجور که مسئول اینجا توضیح میداد و من متوجه شدم، انگار توی قرن چهارم اینجا رو به جای معبدی که مسیحی نبوده ساختن و تا مدت ها اون ساختمون وجود داشته تا وقتی که جمعیت پاریس زیاد میشه و تصمیم میگیرن کلیسا رو بزرگ کنن و دوباره ساختمون قبلی رو خراب میکنن و حدود دو قرن طول میکشه تا ساختمون جدید رو که همینجاست بسازن که تا حالا هم چند بار مرمت و بازسازی شده ولی نگاه کن لوکاس انگار هزار تا مجسمه برای اینجا تراشیدن فوقلاده نیست؟ با لبخند محوی گفت چرا؟ ولی فوقلاده تر از اون زوغ توه. دستامو زدم به کمرم و لبخندی زدم و برگشتم سمتش و گفتم هم؟ هرچی که توی ورزش بی توی هنر ذوق داری و این خیلی خوبه. وقتی دید با لبخند مسخره ای نگاهش میکنم و آماده شورشم عین بچه ها گفت دیدی وقتی فهمیدم سردته زود ماشین گرفتم؟ خواستم جوابشو بدم که با زنگ خوردن گوشیم نگاهم را از لوکاس گرفتم و به موبایلم خیره شدم. با دیدن اسم دکتر کمی از لوکاس فاصله گرفتم و با صدای آرامی جواب دادم بله انگار توقع نداشت چون با شک گفت الو دوباره گفتم بله میتونم بدونم من چه کار کردم که شما ناراحت شدی و جواب منو نمیدی؟ واقعا جوابی برای حرفش نداشتم ریتم زدن قلبم که عوض شد به خودم آمدم و گفتم من مسافرتم میدونم پاریس خوبه؟ آرام دستم را گذاشتم روی قلبم و گفتم خوب، به دکترت احتیاج نداری که فرار میکنی؟ فرار نمی کنم. باشه، به من دروغ بگو، ولی به خودت نه دختر خوب، مگه بهت نگفته بودم اگه مشکلی داری با حرف زدن حلش کن لوکاس بلند گفت هی hey, نیاز دوباره تنین صدایش پیچید داخل گوشی کجایی؟ نوتردام حس کردم لبخند زد. چند ثانیه ای بعد گفت میشه رفتی هتل با من تماس بگیری؟ بی اختیار گفتم بله میشه. پس منتظرتم و بدون حرف دیگری گوشی را قطع کرد. لوکاس خیره در چشمانم بیرو و سرد گفت کی بود؟ دکترم خیلی سرد شده لوکاس میشه بریم؟ با تعجب و کمی هم عصبانیت گفت بهت زنگم میزنه؟ ایرادی داره؟ من نمیدونم از خودت بپرس کدوم دکتری به مریضش زنگ میزنه؟ بی اختیار از شنیدن کلمه مریض دلخور شدم میدانستم مریضم ولی آن لحظه از لوکاس توقع گفتنش را نداشتم بدون گفتن حرف دیگری سرم را انداختم پایین و خواستم بروم که بازویم را محکم گرفت و گفت هی با تو هم. دست یخم را بلند کردم و روی دستش گذاشتم و به زور خودم را آزاد کردم و گفتم ولم کن. کوهیار که داشت تماشای ما میکرد فوری به ما نزدیک شد و گفت ولش کن لوکاس چی شده؟ هیچی و زود از آنها دور شدم. من واقعا مریض بودم؟ مگر مریض بودن نشانه ای ندارد؟ یعنی نشانه مریض بودن من هم فراموشی است که الان دوچرش شده کیمیا با لبخندی روی لبش گفت دیدم اتون. چرا اینقدر کسل شدی؟ آرام گفتم کسل نیستم اینجا خیلی قشنگه میخوای بریم داخل؟ بریم بی توجه به پسرها رفتیم. فضای نیمه تاریک کلیسا با آن سقف بلند و پنجره و شیشه های رنگیش و تصویرهایی از مسیح و گلهای مختلف مجسمه های عجیب و زیبا ردیف سندلی هایی که مردم پراکنده و در سکوت روی آنها نشسته و در حال تماشای مراسم مذهبی بودند. اولین چیزهایی بودند که توجه مرا به خودشان جلب کردند. کیمیا مدام از کلیسا و مجسمه ها حرف می زن. بعد از چند دقیقه قدم زدن در راهروها کیمیا گفت وای نیاز. بریم؟ گفتم بریم. وقتی کنار شمها ها رفتیم دوچار حس آشنایی شدم که خودم هم نمی دانستم چه حسی است. حسی بین آشنا بودن و نبودن. همان تناقض همیشگی. چقدر نیاز داشتم الان دکتر اینجا بود و از حسهایی که خودم نمیدانستم چه هستند برایش حرف می زدم و او با سکوت دلنشین و جست خاصش به حرفهایم گوش می داد. انگار نه انگار این من بودم که از دکتر بدم آمده بود. اگر بدم آمده بود پس چرا جوابش رو دادم؟ چرا در ذهنم تنها کسی بود که وجود داشت؟ چرا الان دارم به او فکر می کنم؟ چرا دلم میخواهد ببینمش؟ چرا دلم میخواهد الان اینجا باشد؟ خدایا چه اتفاقی برایم افتاده؟ هی hey, کجایی؟ برگشتم و با دیدن لوکاس اخ می کردم و بدون اینکه جوابش را بدهم دوباره برگشتم سمت کیمیا و گفتم چقدر جالبه؟ آره جالبه کوهیار عاشق روشن کردن شمه سب کن برم صداش بزنم بیاد. معلوم نیست کجا مونده. بعد از رفتنش لوکاس گفت کجا رفت؟ چون کیمیا فارسی گفت او نفهمید. برای همین گفتم رفت دنبال کوهیار. ولی اون گفت نمیاد. چرا؟ چون خاطرهای لورا رو براش تازه میکنه. شمی برداشتم و میخواستم روشنش کنم که لوکاس گفت منو بیشتر دوست داری یا کوهیا رو؟ چرا همش با اون حرف میزنی؟ چرا با اون درد دل میکنی؟ چرا اونو به من ترجیح میدی؟ چرا همش منو عصبانی میکنی؟ از پس مظلوم گفت دلم براش سوخت لبخند ملایه زدم و گفتم به دوستت حسودیت میشه؟ صادقانه گفت آره من چی کم دارم از کوهیار؟ شم رو بردم بالا تا با شعله شم دیگری روشنش کنم که گفت اول آرزو کن. آرزو؟ برای چی؟ بیشتر آدما موقع روشن و خاموش کردن شم یه آرزو میکنن. میگن اینجوری بهش میرسن. به اون چیزی که آرزو کردم؟ خندید و گفت آره دیگه تو باور میکنی؟ کمی فکر کرد و گفت برای من تا حالا اتفاق نیفتاده که به اون آرزو برسم ولی تو آرزو کن من مطمئنم برآورده میشه خیره در چشمای قهوهیش گفتم از کجا اینقدر مطمئنی؟ با حالت خاصی که نمیفهمیدم چیست سرش را کمی نزدیک گوشم آورد و زمزمه کرد چون تو نیازی آنقدر کشیده نیاز را تلفظ کرد که برایم عجیب بود چطور بدون لحچه میتواند این طور اسمم را بگوید سعی کردم از آن حالت خارج شویم فوری سرم را برگرداندم و گفتم میخوام آرزو کنم چشمهایم را بستم و فکر کردم که چه آرزویی بکنم. اصلا آرزویی داشتم؟ با به یاد خودم از ته قلبم خدا را صدا زدم و خواستم کمکم کند. حافظه هم برگرده. چشم که باز کردم شم در برخورد با شعله شم پایینیش روشن شده بود. لبخندی زدم و خواستم بگذارمش روی میز که لوکاس گفت منو همین که برگشتم صدای تیک عکس آمد. لبخندی زدم و گفتم چرا؟ یادگاری. بازومو گرفت و گفت میدونی چشمات چه رنگی شدن؟ نه. همون آبی بودن که؟ فکر کن دریا توی خورشید غرق بشه. چشات الان دقیقا همون رنگیه. خندیدم و گفتم دریا توی خورشید غرق بشه یا خورشید توی دریا خب خورشید از در دریا بزرگتر دیگه پس نمیتونه توی دریا غرق بشه از توصیفی که کرد لبخندی زدم و گفتم بریم دیگه کیمیا هم داره میاد وقتی به ما رسید گفت میگه نمیام همین بیرون راحتم لوکاس گفت آره میدونم به منم گفت نمیاد. کیمیا با ناراحتی گفت آخرش که چی؟ تا آخر که نمیتونه از پاریس فرار کنه. پریدم وسط حرفش گفتم اون از پاریس فرار نکرده. اگه فرار کرده بود که الان اینجا نبود. فرقش چیه؟ پاریس هست ولی داره از این مکانها فرار میکنه. لوکاس عینکشو زد به چششو گفت من که گفتم به زمان بدین. درست میشه کم کم. کیمیا از ته دلش گفت انشالله. لوکاس که در حال پیچاندن شال گردن دور صورتش بود گفت یعنی چی؟ یعنی اگه خدا بخواد. خنده ای کرد و گفت آها من میرم پیشش تا بیشتر تنها نباشه. بعد از این جمله بدون اینکه منتظر جوابی بشه رفت. نیاز بیا بریم روی اون سندلیا بشینیم. دست رو گرفتم و روی اولین صندلی نشستم و گفتم چقدر اینجا تاریکه. دوست نداری؟ من که دوست دارم. تو چی؟ من زیاد دوست ندارم. عاشق رنگای مختلفم. خندیدم و گفتم میدونم از اتاقت معلومه ساعتی که گذشت با سبکی از جا بلند شدیم و رفتیم بیرون لوکاس و کوهیار نشسته بودند و هر کدام در سکوت به رود سن خیره شده بودند کیمیا با شادی گفت بچه ها خوبین؟ کوهیار لبخند غمگینی زد و گفت آره ورو جک چرا اینقدر دیر اومدین؟ چند باری خواستیم بلنشیم ولی نیاز نخواست بیایم. لبخندی زدم و گفتم آره ببخشید تقصیر من شد. لوکاس با کلافگی بلند شد و کلاهش را مرتب کرد و گفت من هم خیلی خستم هم خیلی سردم شده. میخوام برم هتل. ماشین رو برای شما میذارم خودم با تاکسی میرم. با خستگی گفتم میشه منم بیام؟ خندید و گفت چه زود برات خسته کننده شده نه ولی خب دلم میخواد بخوابم یه ذره کیمیا دستشو انداخت گردنم و گفت نیاز جونم قربونت بشم یه چیز میگم نه نیار لوکاس اخ کرد و گفت میشه جوری بگی منم بفهمم کیمیا بدون اینکه جوابشو بده گفت عزیزم بیا بریم موزه لوور رو هم ببینیم بعد بریم هتل ما که تا اینجا اومدیم بیاین حداقل لور رو هم ببینیم لوکاس گفت من که نمیام خیلی خستم کوهیار هم به تبعیت از لوکاس گفت منم هم همینطور کیمیا که در خودش فرو رفته بود برگشت و رو به من گفت تو چی؟ من هم خیلی خسته بودم حتی شاید بیشتر از همه ولی برای اینکه کیمیا ناراحت نشه گفتم من میام پسرا شما هم باید بیایید. لوکاس فوری گفت ولی من خستم نیاز منم خستم ولی ما که برای استراحت نیومدیم اینجا نه من نمیام انرژی کیمیا به من هم سرایت کرده بود رفتم و به لوکاس و کوهیار اصرار کردم و گفتم لطفا خواهش میکنن بیاین بریم کوهیار که مهربانتر از لوکاس بود گفت باشه عزیزم بریم لبخندی از شادی زدم و این بار هر دو دست لوکاس را گرفتم و گفتم لوکاس تو چی؟ من که گفتم منم گفتم باید بیای نیاز اونجا خیلی بزرگ و شلوغه اگه الان بریم حداقل سه ساعت باید باشیم اونجا خب باشیم خب باشیم مگه خسته نیستی تو اینقدر بحث نکن دیگه هوا خیلی سرده باد شدیدی هم میاد من حالم داره بد میشه بیا بریم دستشو کشیدم و راه افتادم در حالی که سعی میکرد به زور دست مرا از خودش جدا کنه گفت تو یه دقیقه از بیرونی میگی حالت بد از سرما من چی که یه ساعت اینجا نشسته بودم خب تو بدنت قویه به زور من و کوهیار بالاخره لوکاس پشت فرمان نشست و حرکت کرد. سرم را گذاشتم روی شانه کیمیا و نفهمیدم که خوابم برد. با ایستادن ماشین و صدای بسته شدن در آرام چشمهایم را باز کردم و پالتویم را محکمتر به خودم چسباندم و گفتم چقدر سرده. لوکاس با قیافه عصبانی نگاهم کرد و گفت برای اینه که لج میکنی. اگه الان رفته بودیم هتل هم اینجوری تو ماشین نمیخوابیدی هم الان سردت نبود ولی من که اصلا پشیمون نیستم کویار خندید و گفت چرا اینقدر با هم بحث میکنی شما دو نفر بس دیگه لوکاس شال گردنش را در آورد و پشت سر من ایستاد و گفت مواتو بده کنار ولی خودت لازم داری شالو پوفی کرد و گفت آره ولی چیزی که لازم ندارم الان اینه که مریض بشی با احتیاط شال را پیچید دور صورتم و موهایم را آهسته ریخت یک طرف و گفت خیلی خوب بریم کیمیا خندید و گفت داداشی منم سردمه ها کوهیار دست کیمیا را گرفت و گفت عزیزم خودم دارم یخ میزنم چه توقعی داری اونقدر با مزه گفتند که ما دوتا زدیم زیر خنده و راه افتادیم. لوکاس هم دست مرا گرفت و گذاشت داخل جیبش و گفت رابی اف لج باز. تا کیمیا حواسش نبود آهسته زیر گوشم گفت برای لج کردن با من گفتی بیام یا برای ناراحت نشدن دوستت. لبخندی زدم و گفتم برای ناراحت نشدن کیمیا ولی خودم هم دوست داشتم اینجا رو ببینم. پس تماشا کن از سردر که گذشتیم به یک محوطه باز رسیدیم که انگار یک کوه بزرگ یخ آن وسط قرار داشت و بقیه یک کوه یخ کوچکتر بودند کوه های یخ شیشه ای مردمی هم روی سکوهایی سک ایستاده بودند و با دستشان انگار سر کوه را می گرفتند و عکس می انداختند. با تعجب به لوکاس گفتم اینا چرا اینجوری میکنند؟ برای اینکه بفهمد چه میگویم سرش را دولا کرد و گفت چجوری؟ چرا سر این کوه رو گرفتن؟ با تعجب گفت کدوم کوه نیاد؟ دستم و عجیبش در و کوه یخ و نشونش دادم و گفتم اونو میگم دیگه؟ چند ثانیه‌ای به من و انگشتم و کوه یخ نگاه کرد. بعد بلند زد زیر خنده. کیمیا و کوهیار هم با شنیدن صدای خنده لوکاس با تعجب زل زدن به ما. کیمیا گفت چه شد؟ نمیدونم. من ازش سوال پرسیدم یهو یه اینجوری کرد. کوهیار با لبخند مرموزی گفت حالا چی پرسیدی؟ گفتم مردم چرا با انگوش سر کوه گرفتن بالای این سکوها؟ آن دوتا هم بلند بلند شروع به خندیدن کردن. با دلخوری گفتم جوک تعریف میکنم که شما خندین؟ به حالت قهر برگشتم عقب و خواستم بروم که دو تا دست همزمان بازویم را گرفتند. کیمیا در حالی که سعی میکرد نخندد گفت ببخشید عزیزم آخه خیلی با مزه گفتی. لوکاس هم اشک چشمش رو پاک کرد و گفت معذرت میخوام حق با توه ولی واقعا خیلی خوب بود. بابا جان کوه یخ کدومه؟ اونجا ورودی موزه لوور و یه هرم شیشه یه سازه خیلی معروف. مردم از سراسر دنیا میان پاریس تا همه جاهایی رو که ما امروز دیدیم ببینن. کوهیار هم با مهربانی گفت مردم هم میرن روی سکوها تا عکس بگیرن چون بامزه میشه عکساش یه جست معروف شده کیمیا هلم داد سمت سکوها و گفت الان ما هم میگیریم. نه بابا من بالا نمیام. خیلی با حال اکساش. بودو بیا ببینم. دستمو کشید و برد کنار سکوی سنگی و رفت بالا ایستاد. کوهیار هم مچ دستم و گرفت و کمک کرد برم بالا. اینقدر باد زیاد بود که ترسیده گفتم الان میفتیم پایین. خندید و دستم و گرفت و گفت نه ترس. انگشتم و بردم بالا و لبخند زوری زدم. کوهیار گفت اول که درست بخند. لوکاس هم گفت دوم اینکه که اون انگشتی که گرفتی دومت فاصله داره تا سر هرم. خندیدم و کمی انگشتم و جابجا جا کردم و گفتم حالا چی؟ حالا بهتره کیمیا. تو یه ذره دست تو ببر بالا. نیاز تو هم یه ذره دستتو ببر پایین سمت راست. لوکاس گفت خواهر کوهیار یه ذره دستشو ببره سمت چپ. کیمیا با عصبانیت و به فارسی گفت مرض و خواهر کوهیار درد و خواهر کوهیار خندیدم و گفتم ولش کن میخواد هرست بده ده آخه غلط کرده بخواد منو هرس بده پسر احمق کوهیار داد زد چی میگی کیمیا؟ یه دقیقه ساکت باش عکس رو بگیریم دیگه و بعد از گرفتن چند عکس گفت دو تایی زیاد جالب نمیشه کیمیا بپر پایین چند تا عکس از نیاز بگیریم کوهیا رو به لوکاس گفت میشه کیمیا رو بگیری؟ میترسم بیفته لوکاس با اخم ظریفی نزدیک شد و دستش را دراز کرد رو به کیمیا گفت بپر به خواب ببینی دستم و بدم به تو و پرید ولی در یک لحظه پایش گیر کرد به لبه سکو و نزدیک بود با مغز بیاید روی زمین اما لحظه آخر دستای لوکاس دورش حلقه شدن کیمیا از ترس چشماشو بسته بود و لوکاس با نگرانی مشهودی داشت نگاهش میکرد گویهار هم خوشکش زده بود لوکاس با صدای آرام و لرزانی گفت هی hey, کیمیا خوبی؟ جایت درد نمیکنه؟ چشماش چشماشو باز کرد و گفت نه. لوکاس نفس عمیقی کشید و کیمیا را گذاشت زمین و گفت شما هر بلایی بیاد سرتون حقتونه چون همش لج میکنی. با ترس گفتم کیمیا خوبی؟ آره عزیزم نفهمیدم چی شد یه لحظه. کوهیار با کمی عصبانیت گفت نفهمیدی چی شد؟ از بس حواظ پرتی؟ این بار لوکاس بود که گفت اوکی بس نکنید حالا که گذشته اتفاقی هم نیفتاده گویا سرش رو تکون داد و گفت نیاز چرا دست تو انداختی؟ تازه جای درست اومده بود توی این شرایط میخواستی یه دست به هوا میموندم؟ خندید و گفت آره دوباره دست تو بیار بالا آها حالا بیار پایین دوباره ادامه داد نه خیلی آوردی ببر بالا حالا بابا نیاز دقت کن دیگه ببر چپ اوه اون راست تو میشه ببر چپ من اونقدر گفت و گفت تا عصبانی پریدم پایین و گفتم من اصلا عکس اینجوری نمیخوام خندید و اومد سمتم و گوشی رو گرفت جلوی صورتم و گفت عزیزم ببخشید اتفاقا داشتم ازت میگرفتم خیلی هم قشنگ شدن خواستم اذیتت کنم یه ذره اخ می کردم و گفتم بیمزه تا اینو گفتم دست لوکاس نشست روی گردنم با تعجب گفتم چه کار میکنی؟ فشار دستش را بیشتر کرد و گفت کوهیار عکس بگیر همین جوری بالاخره از شدت سرمای هوا رضایت دادن برویم داخل به دلیل شلوغ بودن و صف طویلی که آنجا بود داشتم شالگردن لوکاس رو در می آوردم که گفت گرم شدی؟ نه ولی اینجا خیلی شلوغه. اگه معطل بشیم همه ی وقتمون میره. اینکش رو روی کلاهش زد به چشماش و شال رو هم پیچید دور صورتش و گفت پس زود بریم تا یخ نزدین. لبخندی به کیمیا که کمی در خودش فرو رفته بود زدم و گفتم خوبی؟ آهستو گفاره. مطمئنی؟ پس چرا ناراحتی؟ ناراحت نیستم. بهت میگم وقتی تنها شدیم. دستشو محکم گرفتم و گفتم خوب باش دیگه. اگه تو خوب نباشی خوش نمیگذره بهم. به بالاخره لبخند زد و گفت خوب شد. آره. آن صفه طولانی کم کم جلو میرفت. باید میرفتیم داخل همان حرم که من فکر میکردم کوه یخ است. بعد از چند دقیقه که فکر میکردم دیرتر بگذره بالاخره وارد شدیم و با پل برقی رفتیم پایین. داشتم فکر میکردم چرا اینجا برایم آشنا نیست. نیاز؟ برگشتم سمت لوکاس و دوباره به این فکر کردم که چقدر نیاز را بدون لحجه میگوید. لبخند ملایه میزدم و آرام گفتم هم. پالتو تو در بیاد. میریم بیرون یهو سرما میخوری. کیمیا و کوهیار نگاه ما میکردن. رو به آنها گفتم شما هم در بیارین. و بدون حرف دیگری مشغول درآوردن پالتویم شدم. موهایم را دورم مرتب کردم و گفتم چقدر با حال اینجا. اصلا فکر نمیکردم داخلش این شکلی باشه. آن پله مارپیچ و سقف شیشهی جذاب که روی شیشه از انگار سطحا لوزی وجود داشت و نور زیادی که به واسطه شیشه فضا را رو روشن کرده بود همه و همه کافی بود تا آدم احساس خوبی داشته باشد. بعد از گرفتن بلیت گفتم چرا از اون نقشه ها که دست همه است نمی گیریم؟ کیمیا زود گفت خب چون اونا بلد نیستن اینجا رو ولی ما می دونیم کجا می بریم. خیلی بده که وقتمون محدوده. کجا می بریم؟ کویار گفت اول میخوایم بریم قسمت ایران با تعجب گفتم قسمت ایران یعنی چی بیشتر کشورها اینجا یه قسمت دارن مثل ایران و ایتالیا و روم و یونان و مصر ولی آخه چرا همینجوری که مشغول حرف زدن بودیم تون تون قدم میزدیم تا برسیم به طبقه همکف و بخش ایران با سوالهای عجیب و غریبم بچه ها را کلافه کرده بودم لوکاس که داشت عصبانی میشد گفت نمیخوای صبر کنی برسیم بعد سوالات تو بپرسی نه رو به کیمیا گفتم راستی ما چرا باید بریم طبقه همکف پس اونجا که اومدیم پایین کجا بود اونجا منفی دو بود که ورودی موز است بالاخره رسیدیم و من تازه فهمیدم یعنی چی وقتی میگویند بخش ایران من نمیدانستم که تا حالا ایران را دیدم یا نه ولی میدانستم که ایرانی هستم اشک به چشهایم آمده بود وقتی آثار ایران را در موزه لور فرانسه دیدم مدام در دلم میگفتم چرا اینها در ایران نیستند اسب دوسر چیزی بود که خیلی توجه مرا جلب کرد و با لذت و درد به آن خیره شده بودم لذت برای عظمت و زیباییش و درد از اینکه در ایران نیست. گوهیار که نگاه خیره و طولانی مرا دیده بود گفت ازش خوشت اومده؟ آره خیلی. میدونی این یکی از سرستون اصلی تخت جمشیده. با تعجب گفتم تخت جمشید چیه؟ یه مکان مهم و تاریخی توی ایرانه نزدیک شیراز تقریبا پایتخت هخامنشیان یعنی الان از این ستون ها اونجا هست؟ لبش رو ترک کرد و گفت خب خیلی سال پیش قبل از مسیح یه نفر به اسم اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و تخت جمشید و آتیش زد. ولی الان ویرانه ها هنوز هستن و با این حال هر سال کلی توریست میره که همون ویرانه ها رو ببینه. آهی کشیدم و گفتم چه عجیب. کیمیا و کوهیار توضیح میدادند که هر کدام از اجسام و اشیا و کتیبه ها و ستون ها و نقاشی ها و حتی فرش ها و و و متعلق به کجا ایران هستند و در چه دوره ای ایران را به مقصد لوور ترک کردند نمیدانم چقدر گذشته بود ولی آنقدر بود که من کلی راجع به ایران و دوره های تاریخیش بفهمم تنها شخص ساکت در جمع لوکاس بود که نه چیزی میگفت نه کار خاصی میکرد. فقط در سکوت به ما خیره شده بود. با صدای دینگ گوشیم زیپ کیفم را باز کردم و با دیدن شماره دکتر باز همان تپش نامنظم قلبم آمد. برای هم نوشته بود هنوز نرفتین هتل؟ فوری جواب دادم نه. بلا فاصله نوشت من منتظرم ها؟ کیمیا زیر گوشم با لحن مرموزی گفت میخوای بریم؟ چشمام رو تنگ کردم و گفتم نه کجا بریم؟ هتل دیگه؟ لبخندی زدم و گفتم برو شیطون نمیخوای بگی یه چی شد؟ دوباره کمی در خودش فرو رفت و گفت فکر نمی کردم لوکاس منو بگیره برام عجیب بود ولی نمیتونی تصور کنی که چقدر لذت بخش بود با تعجب گفتم توقع داشتی نگیرتت؟ کدوم آدم آقلی میذاش بیفتی؟ میدونم ولی از اون بعید بود. هیچ هم بعید نبود. هر کسی دیگه ای هم جای اون بود همین کارو میکرد. لبخند درنشینی زد و برعکس همیشه چطری های بلوندش را داد روی صورتش رو با دستش محکم بازویم را گرفت و فشار داد و با لحن بامزه و با صدای تقریبا بلندی گفت ولی خیلی خوشحالم نیاز. بلند خندیدیم و گفتم دیوونه؟ مگه نوجوونی؟ تا میخواستم ادامه حرفم رو بگم کوهیار با لحن با گفت خیلی زایی خواهرم. چشمکی زد و رد شد. بلندتر از قبل شروع به خندیدن کردم. کیمیا فشار دستش را بیشتر کرد و از لای دندانهایش با چشمان بسته گفت وای همانطور که من به منغر میزد رسیدیم به قسمت یونان که در همان طبقه بود. حسی که در قسمت ایران داشتم اینجا نداشتم. منظور همان حس مالکیت است. قسمت یونان خیلی قشنگ بود ولی نمی توانستم بگویم که بیشتر از قسمت ایران دوستش داشتم. یک مجسمه خیلی چشمگیر آنجا بود مجسمه ونوس میلو که مجسمه مرمری نیمه برهنه بود که دستهایش شکسته بودند دست راستش از بازو نصف بود و دست چپش هم کامل نبود و قسمت پایین تنش با پارچه پوشانده شده بود یک ساعت بعد با چشمای گشاد شده و با تعجب خیلی زیاد خیره شده بودم به تابلوی مونالیزا قبلا عکسش را دیده بودم ولی هیچ فکر نمی کردم به این کوچکی باشد مردم خیلی زیادی برای تماشای مونالیزا آمده بودند تابلویی با اندازه تقریبا متوسط که داخل یک شیشه ضد گلوله نگهداری میشد و یک نرده چوبی گرد دور آن کشیده شده بود و چند نفر محافظ هم آنجا ایستاده بودند در کل فکر می کردم مونالیزا خیلی جذاب تر باشد. داشتم به همه اینها فکر می کردم که کوهیار گفت بریم دیگه لوکاس خیلی وقت منتظره. کیمیا با پوفی گفت دوستت خیلی رو اصابه ها. چرا یکی در میون میاد؟ چون اینجا خیلی چلوغه. دفعه بعد بهش میگم تو ناراحت میشی. نیاد. کیمیا با مشتش زد به بازوی کوهیار و گفت خفه. با شوخی و خنده از بین مردم گذشتیم و به سمت خروجی راه افتادیم. با ناراحتی گفتم خیلی کم اینجا موندیم. نه قسمت ایران رو کامل دیدیم، نه یونان، نه بقیه جاها. کوهیار با مهربانی گفت عزیزم اگه بخوای همه جا رو ببینی باید همه روزهای باقی مونده عمر تو اینجا باشی. تازه یه چیزی هم کم میاری لبهایم را قنچه کردم و با ناراحتی گفتم کم بود. همینطور که قر می زدم کم بود کم بود بعد از چند دقیقه پیاده روی رسیدیم به لوکاس. هوا کاملا تاریک شده بود و چراغهای محوته را هم روشن کرده بودند. هوا بسیار سردتر شده بود و سوز خیلی بدی هم داشت. تحمل سرما خیلی بدتر از صبح بود. سعی می کردم اصلا فکرش را نکنم. از حرم شیشهی خارج شدیم. آنجا به رنگ طلایی بود و بسیار زیبا و چشم هر کسی را خیره میکرد همانطور که درگیر تماشا کردن بودم کیمیا با خنده گفت امروز به دو بخش تقسیم میشه. شه. های من میشه بخش اول و گرزدن نیاز میشه بخش دوم. نگاهش کردم و گفتم خب چه کار کنم؟ دلم میخواست بیشتر بمونیم اینجا؟ بله میدونم هزار بار گفتی لوکاس گفت اگه تایم اضافه بیاریم دوباره میای. انگشت کوچکم آوردم بالا و گرفتم سمت لوکاس و گفتم قول میدی جلوی صورتشو بسته بود ولی حس کردم لبخند زد دستکش دست راستش را درآورد و انگشت یخ زدم را گرفت و گفت قول میدم اوه چقدر یخی هوا سرده من یه ساعت اینجا وایستادم ا چقدر شما ضعیف بدنتون خندیدم و گفتم تو هم توی همین ثانیه که دستکش تو درآوردی انگشتت یخ زده ها کوهیار باز پادرمیانی کرد و گفت بیایم بریم تا همه یخ نزدیم کیمیا دستاشو گرفت جلوی صورتشو همین همینطور که ها کرد گفت من گشنمه لوکاس اخم ظریفی کرد و گفت من که خوابم میاد. کیمیا دوباره برگشت سمت من و گفت تو چی؟ منم خیلی خستم ولی گشنه هم هستم. لوکاس با کمی عصبانیت گفت امروز این دوتا نمیذارن نم به هتل برسیم کویار. کویار کلاهش گذاشت رو سرش و روی گوشاش هم پوشوند و گفت نه ولی من نمیذارم. البته یه سر هم میریم هتل لباس عوض کنیم بعدش باید بریم جایی با تعجب گفتم کجا چشمکی زد و گفت میفهمی داخل ماشین که نشستیم این بار کیمیا سرش را گذاشت روی شانه هم و زودتر از چیزی که فکر میکردم خوابش بود من هم چشمامو بسته بودم و به موسیقی آرام و بی کلامی که پخش میشد گوش میدادم بعد از تقریبا 20 دقیقه رسیدیم هتل. با بیحالی از ماشین پیاده شدم و رو به کوهیار گفتم من خیلی خستم. میدونم ولی پشیمون میشی اگر به خوابی ها. فردا اصلی بر می گردیم. دلت میاد بخوابی با خستگی خیلی زیاد گفتن الان میرم لباس عوض میکنم. دست کیمیا را که تقریبا خواب بود گرفتم و خواستیم جلوتر برویم که کوهیار گفت رسمی بپوشین پفی کردم و گفتم من لباس رسمی ای وردم که کیمیا با بیجانی گفت من وردم بیا زودتر بریم گوهیار گفت من و لوکاس یه کاری داریم توی پذیرش شما برین نیم ساعت دیگه آماده باشین کیمیا در اتاق و باز کرد و خودش رو انداخت روی تخت و رو گفت خدا دارم میمیرم. با دیدن تخت خوابم گرفت. ولی واقعا ترجیح دادم شب آخر را نخوابم. برای همین بلند شدم و رفتم قسمت بار اتاق دو قهوه فرانسه درست کردم و بعد از چند دقیقه به همراه شکلات آوردم و رو به کیمیا گفتم بلند شو کیمیا بلند شو قهوه بخوریم. با چشمای بسته گفت نمیتونم. بلند شو دیگه برو تو بشور بیا. وقتی دیدم هیچ حرکتی نمیکنه بلند شدم و دستاش رو گرفتم و محکم کشیدم تا بلند شد. با بیحالی گفت من خوابم میاد هلش دادم سمت دستشویی و گفتم تنبلی نکن خودم هم همراهش رفتم داخل دستشویی و شیر آب و باز کردم و مشتی آب سرد زدم به صورتش جیغ زد میکاپ هم خراب شد خندیدم و همانطور که در را میبستم گفتم دوباره آرایش کن. خودم هم نشستم روی صندلی و قهوه به دست مشغول پاک کردن گریم ملایمم شدم. کیمیا که آمد بیرون صورتش آنقدر سفید شده بود که بی اختیار زدم زیر خنده و گفتم عزیزم چقدر سفید شدی؟ پنبه آغشته به شیر پاکن و پرد ت... کرد طرفم و گفت الان کلی دوباره باید صورتم رو درست کنم. تو دختر قشنگی هستی؟ چرا اینقدر گریم میکنی؟ خندید و فنجون قهوهش رو برداشت و گفت قشنگ نبودم. شدم. با تعجب گفتم یعنی چی؟ تو صورت من فقط همین چشماش که طبیعیه. وقتی دید با تعجب و بدون حرف نگاش میکنم گفت بینیم که عملیه. لب و گونه هم ژل زدم. موجه هم هم کاشتم. ابروهامم هاشور زدم. دیدی حالا؟ با تعجب بیشتری گفتم ولی اصلا معلوم نیست. چون ملایم انجام دادم. حالا یه بار عکسای قبلم رو نشونت میدم. حالا ولی این صورتت هم بدون آرایش قشنگه. چشمکی زد و گفت مرسی دست دکترا درد نکنه. برشی از شکلات شیرینم را که کمی نرم شده بود با لذت گذاشتم دهانم و چشمهایم را بستم و سعی کردم نجو و مرشد تا دیرتر تمام شد. آخر سر هم دوام نیاوردم و با همه وجودم شکلات خوشمزه را جویدم و گود دادم. زبانم را که شکلاتی شده بود دور لبهایم کشیدم تا اثر شکلات را پاک کنم. ولی با خنده کیمیا فهمیدم که خیلی بیشتر شده. برای همین رفتم دستشویی و صورتم و شستم و کمی آب داخل دهانم چرخاندم و با انرژی بیشتر برگشتم و دوباره روی صندلی نشستم. ریمر را روی موجه هایم کشیدم و بعد از حالت گرفتن موجه هایم بلند شدم و گفتم کیم یا چی بپوشیم؟ وقتی خط چشم کشیدنش تمام شد بلند شد و در کمد را باز کرد و گفت من دو تا لباس شب آوردم هر کدوم رو که میخوای بپوش یکی لباس قرمز کوتاهی بود و دیگری لباس شب مشکی و بلندی که آستین های حلقه ای داشت و یک شنل ابریشمی و مشکی گرم دورش پیچیده میشد پارچه لباس سبک ولی گرم بود و خیلی قشنگ بلند گفتم من این لباس مشکی رو بپوشم مطمئن بودم همینو انتخاب میکنی لبخندی زدم و لباس رو پوشیدم. پشتم و به کیمیا کردم تا زیپ لباس رو ببنده. شن... شنل ابریشمی رو هم پیچیدم دورم و گفت چقدر بهت میاد؟ خندیدم و گفتم تو هم بپوش ببینم. موهامو ریختم سمت چپم و کفش های پاشن بلند مشکی را که کیمیا گذاشته بود جلوی پام پوشیدم و صافی استادم. کمی به پاهایم گشاد بودم. ولی میتونستم راه برم. لبخندی به کیمیا که لباس را پوشیده بود زدم و گفتم به خودت که بیشتر میاد. سوتی زد و گفت حالا همه فکر میکنن ما دوتا دختر خوشبختیم که با این دوتا توفه ایم. کوهیار شاید ولی کسی لوکاس رو نمیبینه که نه بابا اگه کوهیار داداش منه شک نکن جایی رو انتخاب کرده که لوکاس هم دیده بشه خندیدم و گفتم خدا رو شکر یه ذره دلمون خنک میشه صدای زنگ اتاق که زده شد کیمیا کیف کوچک قرمزش را برداشت و رفت در را باز کرد خیره شده بودم به کوهیار که جلوی در ایستاده بود در همان حال گفتم چقدر کت و شلوار بهت میاد با کت و شلوار خاکستری و پیراهن توسی و کراوات خاکستری بسیار جذاب شده بود مخصوصا که آن رنگ به چشمهای سبزش هم خیلی میآمد. خندید و تشکر کرد و گفت به تو هم خیلی میاد لباست عزیزم کیمیا بدو بریم پایین باید یه سری برگر رو امضا کنی شما هم زود بیاین کیمیا و کوهیار که رفتند تازه توانستم لوکاس را ببینم. سر تا پا مشکی پوشیده بود. هم کت و شلوار، هم پیراهن و هم کراوات. تیپش مثل دکتر در روز مهمانی شده بود. لبخندی زدم و گفتم چی شده؟ چرا مشکی؟ بدون اینکه نگاه خیرهش را از رویم بردارد گفت مشکی دوست دارم. من داخل اتاق بودم و او بیرون دم در ایستاده بود لبخند ملایمی زدم و رفتم نشستم روی صندلی میز آرایش و رژ لب قرمز آتشی را برداشتم و بازش کردم و آرام کشیدم به لبهایم بعد از زدن کمی عصر بلند شدم و کیفم را برداشتم و رفتم بیرون به محض اینکه در را بستم لوکاس آرام گفت نیاز بدون حرف نگاهش کردم که گفت ببخش که بهت گفتم مریض. بخشیده بودمش. برای همین لبخندی زدم و گفتم بریم دیگه دیر میشه. چشماشو بست و عصرم را امیر بو کشید و جلوتر از من راه افتاد. دوباره اتفاقهای مشکوک. با گفتن کلمه مریض یک باره یادم افتاد که باید به دکتر زنگ میزدم آه آرامی کشیدم و به این فکر کردم که چقدر دلم برایش تنگ شده. بیشتر از همه برای صدای آرامش بخشش، برای ژست معروفش، برای نگاه کردنش و حتی برای رکهای برجسته دستهایش. این عجیب بود که من دلم برای دکترم تنگ شده بود؟ مگر هر کسی نمیتواند دل تنگ شود؟ مگه خدا این حس رو به بشر اتا نکرده تا ما هر وقت خواستیم دل تنگ شیم؟ پس چرا الان اگه به لوکاس بگم دل تنگ دکترم هستم دوباره بگو مگو میکنه و به حالت قهر از من جدا میشه بعد یک باره به خودم آمدن و از آسانسور خارج شدن لوکاس عینک دودی بزرگی به چشمش زده و گفت بچه ها اونجا وایسادن میخوای بشینیم تا بیان؟ نگاهی انداختم و گفتم فکر نمی کنم زیاد کارشون طول بکشه همینجا صبر کنیم رویش را به دیوار کرد و گفت پا یه زنگ به جولیت بزنیم و مشغول شماره گیری شد. دو سه دقیقه ای با جولیت حرف زد و گوشی رو گرفت طرف من. همون موقع بچه ها هم اشاره کرده اند که برویم. گوشی رو از دستش گرفتم و گفتم الو؟ هی hey, عزیزم خوبی؟ خوبم تو خوبی؟ تنهایی چه کار میکنی؟ تازه اومدم خونه. پفی کشید و آرام گفت ماری هم با هم اومده. خنده آرامی کردم و همانطور که با دستم بازوی لوکاس را می گرفتم که حین راه رفتن نیفتم گفتم خوبه که از اول تعطیلات نیومد. پس حسابی بهش خوش میگذره گذره باش. بهت پیشنهاد می کنم زود بخوابی. اتفاقا دارم قدم میزنم کنار ساحل. بعدم زود میخوابم، شما چه کار می کنی؟ ما هم داریم میریم شام بخوریم. آه، عالیه. دلم برای تنگ شده میبینمت و بدون اینکه منتظر جواب شود گوشی را قطع کرد دلم برای خانه و آن تاب قشنگ و ساختمان تنگ شده بود رو به لوکاس که داشت در ماشین را باز میکرد تا من سوار شوم گفتم دلم برای تاب بازی تنگ شده خندید و گفت فردا میبینیش با کمک کوهیار نشستم و به کیمیا گفتم چی شد؟ هیچی بابا یه ذره کاغذبازی چیز مهمی نبود. کوهیار برگشت و گفت بچه ها راحتین؟ قبل از کیمیا گفتم نه من که خیلی سردمه. چرا هرچی میگذره هوا سردتر میشه؟ کیمیا هم با صدای لرزانی از سرما گفت. کوهیار من که دندونام دارم میخورم به هم. لوکاس تا این حرف را شنید گرمایش ماشین را روشن کرد با تعجبی که سعی می کردم پنهانش کنم به کیمیا که او همسرش را از خوشحالی پایین انداخته بود خیره شدم خیلی آرام دستم را گرفت و فشار ملایمی داد و زیر گوشم آرام به فارسی گفت دیدی دی. تا من گفتم روشن کرد. خنده آرامی کردم و آرامتر گفتم زایه. کوهیار که بلند شروع به خندیدن کرد لوکاس بدون توجه به دلیل خنده کوهیار رو به کیمیا گفت گرم شدی؟ کیمیا با لحن آرامی که از او بعید بود گفت بله ممنون و سرش را انداخت پایین و تا رسیدن به مقصد حرف نزد. تقریبا یک رو به بعد رسیدیم. ساعت یک رو به نه شب بود. یک ساختمان با نورهای قرمز که یک آسیاب بزرگ بالای آن قرار داشت. ملنروش